اکثریت خاموش سلام این چیزی را که الان میخواهم خدمتتان ارز کنم اصلا از انقلاب ها و شورش های این چند دهه اخیر در اینجا و آنجای دنیا الهام نگرفتم نمیدانم چطور شده بود که این کلمه خاموش افتاده بود توی کلم و صدایش داشت دیوانه ام میکرد البته سردرد عصبی شدیدی هم داشتم که با چهار تا قرص پاراسیتامول هم آتشش خاموش نشده بود. به یاد دماوند افتادم، آتش فشان خاموش، حالا که کلمه خاموش با من جنگش گرفته بود، من هم از حالت دفاعی در آمدم و شروع کردم به حمله. نشستم جلوی کامپیوتر و در کادر جستجوی گوگل تایپ کردم خاموش. ببینم غیر از آتش فشان خاموش چه چیزهای خاموش دیگری داریم. بله حقیقت خاموش شهر خاموش جهنم خاموش اکثریت خاموش اکثریت خاموش بله که انگلیسیش میشه Silent Majority میدانم یعنی چه اقلا در 60 سال از این 79 سال عمر میدانستم اکثریت خاموش یعنی چی اما حالا یک دفعه احساس کردم که این اصطلاح هم باید مثل اصطلاح مردم سالاری آزادی بیان مطبوعات رکن پنجم دموکراسی و امثال اینها ترجمه و وارداتی باشد بو و تعم بومی ندارد شما الان از اعضای چهار نسل زنده یک خانواده ایرانی بپرسید اولین چیزی که با شنیدن دو کلمه اکثریت و اقلیت توی ذهنتان می آید چیست؟ اگر پدرم خدا بیامرز الان زنده بود می گفت به یاد سید حسن مدرس می افتم که مخالف رضاخان بود و به زندان افتاد و سه ماه بعد که آزاد شد شد نماینده دوره چهارم مجلس شورای ملی و اکثریت نماینده ها به رهبری انتخابش کردند اما در مجلس پنجم که رضاخان حالا شده بود رضا شاه باز هم به نمایندگی انتخاب شد اکثریت از پشتش رفت و شد رهبر اقلیت و بعد از چند لحظه سکوت در حالی که سرش را می جنباند می گفت سیاست پدر و مادر ندارد. حالا اگر آمریکایی می بودید و از پدر یا پدر بزرگتان می پرسیدید اکثریت خاموش یعنی چی؟ او فوراً به یاد ریچارد نیکسون می افتاد که 45 سال پیش رئیس جمهور شد و یک سال بعد که مردم آمریکا یعنی اقلیت ناراضی و صدادار علیه جنگ ویتنام توی خیابانها تظاهرات کردند رفت پشت تریبون و در سخنرانیش گفت من امشب از شما هم وطنان بزرگواری که اکثریت خاموش آمریکا را تشکیل می دهید می خواهم که از من حمایت کنید یعنی نیکسون خاطرش جمع بود که اکثریت راضی و خاموش آمریکا با سکوتشان از او در جنگ علیه ویتنام حمایت خواهند کرد حالا اگر از من بپرسید به یاد خدا بیا مرز مادرم میفتم که وقتی دبیرستان میرفتیم و هر چند وقت یک بار حزب های مختلف توی خیابان ها تظاهرات داشتند و در خیلی از این تظاهرات ها ای اشخاص خودسر با چماق و پنج بکس و کارد به تظاهراتی ها حمله می کردند هر وقت که می از خانه بیرون برویم می گفت ما مادر جان حواست جمع باشد به ما چه کار که کی چی می کند کی چی می گوید و کی چی می خواهد. هر که خرست ما پالانیم هر که درست ما دالانیم با همه این حرفها امان از وقتی که اکثریت خاموش را با افسانه و افسون به صدا در بیاورند بیا بنشین و تماشا کن